با نام یاد خداوند بزرگ سلام به شما محسنین گرامی بیننده های محترم. اینک در نهمین قسمت از مضمونی گرافیک تبلیغاتی قرار داریم. در این درس موضوعاتی که به شما به معرفی گرفته میشه بحث روی نشانه ها و علائم چطور ما بتانیم در کورل را طراحی و دیزاین بکنیم. اینجا در این فصل روی اهداف ها اگر بریم، هدف کلی از آشنایی با طراحی نشانه های جهان که شامل نشانه های اقتصادی، علائم پول، پیکتوگرام های ضروری در برنامه کورل درا به صورت عملی کار میشم. اهداف آموزشیش هم چی هستن؟ در پایان همین فصل محصلان قادر خواهد بود تا نشانه های استاندارد جهانی را با برنامه کورل درا طراحی بتونه، نشانه های اقتصادی و علائم پول جهان را با برنامه کورل درا طراحی کنه و زبان تصویری را تشریح بتونه، پیکتوگرام های ضروری را با برنامه کورل درا طراحی کنه. در این قسمت من بسیار به صورت خلاصه چند موارد به شما به معرفی میگرم. طراحی نشانه های استاندارد جهانی با برنامه کورل درا، ما بعضی نشانه ها و علائم هایی داریم که در دنیای امروز به شکل معیاری و جهانی قبول شده، برای اقتصاد، برای پول، برای آدرس، برای جلسه، برای هر آن چیزی که تصور میکنیم. این نشانه ها نه تنها در افغانستان، در کل دنیا پیکتوگرام های ضروری یک معیار است. طور مثال اگر شما هر از گاهی بخواین که برین در یک مارکت که مواد غذایی داره، اونجا علائم نشان مواد غذایی هستند. در یک مارکت میخواین مواد شوینده باشه، اونجا مواد علائم نشان مواد شوینده هستند. در یک قسمت میخواین که بعضی علائم های اختاری هم مثل محل ریزش سنگ ها یا محل باتلاق ها یا محل لغزش کوه ها یا محل رادیواکتیو، همه اینها علائم هشدار دهنده بسیار به دنیا امروز زیاد است. ما هر کدام اونها را به شما به صورت بسیار خلاصه به معرفی میگیرم و این علائم ها را ما چطور استفاده میکنیم که خیلی خوب هست روی زو بحث میکنیم. ما چطور یک علائم آمار و تحلیل ارقام با برنامه کورل درا انجام بدیم. در اینجا مرحله وار کار شده، اول که به این شکل کار شده یک دایره، بعد همین رقم آستا آستا پیش رفته که در قسمت آخر رسته یک کامل تکمیل شده. محسن گرامی، در کتاب شما این موضوع مطرح شده، شما با همکاری استاد خود چه آمار تحلیل ارقام باشه، چه یک نشان و علائم دیگه باشه، میتونین که خودتان طراحی بکنین. خب ما پس عملا این بر شما در برنامه کورل درا کار میکنیم که ما چطور میتونیم یک نشان علائم آمار و ارقام درست بکنیم. اولین کاری میکنیم یک برنامه کورل درا رو باز میکنیم. قبلا شما با برنامه کورل درا آشنا شدین. این در این درس صرف خواستم که یک اشاره بسیار کوتاه بر اونها بکنیم. خب وقتی که ما باز کردیم، اولین این نشان علائم ها است. علائم های خیلی زیاد داره، مثلا این نشان علائم اقتصاد است و نشان جامعه است دیگه. در این قسمت هر علائمی که شما میبینید یک معنی و مفهوم خاص خود داره، صرف ما میخواهیم که یک چند نمونه از اون عملا کار شود. خب وقتی آمار ارقام کار میکنیم بسیار ساده، در اینجا شما نگاه کنید که یک علائم های استفاده شده. طور مثال در اینجا ما بسیار راحت میتونیم برای از یک نمونه را در اینجا یک ارقام ترسیم بکنیم، یک رنگ هم برای از انتخاب بکنیم. مثلا این رنگ برشان میگیریم در اینجا، اگر خب در یک کمی کلانتر دیدم شو خوبتر است که ما عملا کار بکنیم. اینجا یک بار یک اندازه از را به این شکل مربع میگیریم، رنگ خودم تغییر میتونیم به این شکل. یک بار دیگه عظمی مربع سازی، هیچ دیگه این اندازش تغییر نمیتونیم. به این اندازه میخواییم که یک کپی میگیریم، باز پیست میکنیم. این را گرفتن در این قسمت میمانیم، باز پایشان بیشتر میتونیم طولشانه. این یک کپی باز میگیریم، باز پیست میکنیم. این بار اینجا که ماندیم این زیادتر آمده، این باید پایین بسازیم تا این که اما اندازه را تشکیل بده.
دوباره امی نشان علایم میگیریم، یک کپی میگیریم از این کپی، باز دوباره کنترل سی کپی، کنترل وی پست، دوباره در اینجا پست میسازیم، این بار این قسمت بالا میسازیم. این پایه ها تکمیل شد. اینجا بیس امو خط افقی که ساخته شده دوباره از رکتنگل تولز یک حالت به این اندازه خط میکشیم، رنگ سرخ بریزیم، علاوه میکنیم، رنگ سرخ داده شد. اینجا چند گراف هایی که کار شده اینا رو کار میگیریم. اول چی کار شده؟ به شکل دایره، یک دایره میکشیم در اینجا، این هم رنگ سرخ انتخاب میکنیم. دایره تکمیل در اینجا ما باید دایره ما کامل تکمیل باشه، یک مقدار دایره ما کامل نامده، این را از این گوشش میگیریم، کمی نزدیک میسازیم تا که دایره ما تکمیل نشان بده. در قسمت دایره محلش درست است، رنگ انتخاب میکنیم. این رنگ که انتخاب شد عین یک کپی میکنیم، باز پست میکنیم، یک تصویر دیگر از این دایره را در این گزینه میبریم، باز دوباره کپی پست، یک تصویر در اینجا کار میگیریم. اینجا دو خطی که میاد از کدام گزینه استفاده میکنیم، یک مقدار فاصله خود دورتر میسازیم. ما در یک گزینه داشتیم که در اینجا نگاه بکنید شما، ای به شکلی بود که هرگاه به هر شکل ساختاری که میخواستی طراحی شود اینجا برای شما نشان داده بود. در این قسمت آمدیم، این هم رنگ سرخ میگیریم، عین این داستان در اینجا میاییم، این هم رنگ سرخ میگیریم. باز مرحله بعدی کدام هستن؟ این پایه هستن، این پایه را به این شکل کار میکنیم، در اینجا میمانیم، خب این موضوع شد. اینجا از چی استفاده میکنیم؟ از امی سزولی، سزولی قبلا ما شما داشتیم، اینجا کلیک میکنیم میبینیم که این پنج زولی است، سزولی میخواییم بسازیم، این سزولی درست شد. این رنگ استفاده میکنیم سرخ، دوباره از گوشش میگیریم، این رو روتیت میکنیم به این اندازه، اگر بازم روتید درست نشده کم میچرخش میتیم. یک مقدار خورتر آمده، اینه میخواییم که دوباره کمی کلان شوه. خب اینجا ای آمار وقتی که ایره ور میداریم اینجا مقدار کار ما رو نشان میده، اینه رنگ سرخ میگیریم. تفاوت که در اینجا میبینین این دایره پشت تصاویر افتاده، ایره چطور بالا میریم در قسمت ایره تو فرانت پیچ پیش رو قرار بگیره، ایره همه مشکل میسازیم فرانت پیچ. این قسمت ازی یک مقدار چی آمده که پایین آمده، ایره باید کمی دروش میسازیم، در ضمن یک چرخش هم کم یک چرخش هم بدیم. خب تا این قسمت پیش آمدیم، این یک آمار شد. ما میتونیم که بک‌گراند برای ازی بسازیم، ممکنه بک‌گراند دایروی باشه که در تصویر قبلی اگر شما نگاه کنید در اینجا به شکل دایروی ایره کار کرده، ما میتونیم غیر دایروی باشه. اگر دایروی باشه یک دایره را انتخاب میکنیم، اجالتاً یک دایره را ترسیم میکنیم. اینجا وقتی که شما کنترل بگیرین دایره از اندازه خود تغییر نمیکنه، یعنی همون اندازه خود کار میکنه. در این قسمت یک دایره را رسم کردیم، پشت سر از این دایره را ما چه رنگ میدیم؟ مثلا یک رنگ زرد میدیم، رنگی که بسیار این تصویر دیگه بالای از او دقیق دیده شوه، سنت و بگ میگیریم. این چه شد؟ یک نشان آمار ارقام شد. و همین شکل تمام نشانه ها را ما میتونیم به همین شیوه با برنامه کورل درا طراحی بکنیم.
وقتی که این نشان شد، پس مرحله بعدی چی هست؟ ما یه خروجی باید بگیریم، مثلا در یک فایل فرمت. ما وقتی خروجی داشته باشیم، اینجا میم در قسمت سیو، سیوست، ما میتونیم با فرمت های مختلف CDR که خود فرمت کورل درو هست، ما میتونیم با این فرمت سیو بکنیم، و یا ای که اگر بخوایم با فرمت PDF هم سیو میتونیم. نمونهش آمار ارقام، نشانه آمار و ارقام، این که سیو گرفتیم با این فرمت سیو شد. ما میتونیم حتی با فرمت دیگه هم سیو کنیم. در اینجا سیو وصل میکنیم، فرمت های مختلف داره بر ما، میتونه Illustrator فرمت باشه، میتونه فرمت PAT باشه، میتونه فرمت PLT باشه، میتونه فرمت مختلف که در اینجا هر کدام میشه فرمت ها. هر از گاهی ما بخوایم به شکل عکس شوه یا PNG شوه، اونجا سیو وصل نمیگیریم. اونجا یک گزینه داره به نام اکسپورت یا کنترل A. کنترل A کردیم، اینجا با ما میگه PDF ثبت کنیم، ما یک بار با PDF هم ثبت میکنیم. ای با PDF ثبت شد. هر از گاهی بخوایم ایره به شکل عکس، ایمیج، GPG یا GPG ثبت کنیم، ای به شکل GPG ثبت شد. اما GPG وقت ثبت میکنیم با دو بازوی خود، چهار بازو مستقیم میره. ای باید تذکر داد در اینجا. اوکی. اینجا اگر ما با PNG یک فرمت دست پیدا بتونیم، او بازوهایش قطعا نمیره. PNG ما اول باید PNG داره نداره، GPG GIF داره، PNG متاسفانه نداره. خب ما پس اینه میخواییم که باز بکنیم در امو فرمتی که ما سیف کردیم. چگونه سیف شده در اینجا گرافیک تبلیغاتی؟ وقتی که میریم آمار ارقام، نشان آمار ارقام در اینجا هست، یکی با برنامه CDR سیف شده و یکم با برنامه GPG باید سیف شده باشم. تصفیه GPG در اینجا چطور نشان نداد؟ دوباره میریم در این قسمت اکسپورت میگیریم، GPG را باید نشان بده. این داکومنت رفتم اون محل که باید سیف شده، ما اشتباه اینجا گرفتیم. در این قسمت گرافیک تبلیغاتی میریم نشان آمار ارقام. وقتی که پس آمدیم در نشان آمار ارقام، در اینجا برای ما نشان میده که تصاویری که ما گرفتیم برای ما عملا نشان میده که چه شکلی سیو شده. Export to file GPG. GPG bitmap. این رو گرفتیم، دوباره Export گرفتیم. این آمار ارقام ما با برنامه چی ساختیم؟ با برنامه Illustrator. در اینجا چی ببخشید؟ کورل درا. در اینجا شما نشان ها رو نگاه کنین، انواع و اقسام علائم ها و شکل ها هسته که هر کدام از اینا شما میتونین با حضور داشته استاد خود کار کنین. یک چیز باید تذکر داد که وقتی در برنامه کورل درا که میرین یک پروژه را کار میکنین، کوشش کنین که وکتور با فرمت های سیف کنین که او پیکسل نشه و با مو وکتور خود باقی بمانه. هر از گاهی که تغییرات برین میتونین تغییرات برین. ما در اینجا بسیار راحت تغییرات آوردن، میتونم رنگ آبی دارم، میتونیم رنگشان هم یک رنگ دیگر انتخاب بکنیم، مثلا میتونیم رنگ سرخ بگیریم، میتونیم رنگ بنفش بگیریم، میتونیم رنگ قهوه‌ای بگیریم. این تغییرات حتی ساختار رو میتونیم تغییر بدیم، با چه رنگ فرمت باشن، میتونیم میره خرد و کلان بسازیم. حتی تغییرات ها، یک تذکر رو باید داد که هر از گاهی که به صورت عمودی مثلا
شکل‌هایی که شما می‌خواید به صورت عمودی باشه به این شکل، چند عمودی کنار هم اگر باشه شما دانه دانه به این شکل طراحی عمودی بکنید، قطعا اشتباه می‌کنید. یک تاره که طراحی کردین دیگر را کپی از او بگیرین، مثلا تا اما اندازه ها را تغییرات نیا دقیقا بسازین. اگر شما یک تاره کردین دوباره دومی رو می‌خواید که با مو اندازه کنید، قطعا به این اندازه که می‌گیرین این اندازه ها گاهی وقتا اشتباه میشن. مثلا در اینجا که من ممکن است بسیار زیاد کار کردم اما دستم به پختگی رسیده، شما که یک اندازه را مشخصا کار میکنید اندازه دومی که عین هم اندازه اولی است، هیچگاه از سر طراحی نکنید، او رو کپی بگیرید. کپی دقیقا با مو اندازه ای که ساختن میشه. هر از گاهی که شما میخواین که ایره روتیت کنین چیکار میکنین؟ مثلا چرخ میتین ما می رقم یک طراحی کار داریم، این باید افتاده باشم، یک بار کلیک میکنیم ساکن شما چرخش میخوره به این شکل چرخ دادن میتین. این مال اینی حالت شما نگاه کنین که تغییراتی که میارین اینی شکل نشه، این شکل که میاد بسیار قوسگونه میشه، اینه کج میشه. اگر شما کنترل بگیرین، کنترل یک مقدار منظمیت داره به خود، مثلا تنظیم منظمتر مارن نسبت به اینکه سکن شما یک حالت درجه بندی درجه گونه استفاده میشه. از حوصله مندی شما در نهمین قسمت از درس گرافیک تبلیغاتی با ساختن نشان علایم آمار و ارقام سپاس و تشکر میکنم. امیدوارم درس برای شما مفید واقع شده باشد.